بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام بر شما بینندگان عزیز، تک تک شما بینندگان عزیز در هر کجا که هستید. برنامه 1001 سوال هست و طبق وعده‌ای که دادیم اول هر برنامه رو اختصاص میدیم به مناظره، یعنی سوالی رو از مخالفین خود مطرح میکنیم و جواب رو هم بعد عرض میکنیم در دقایق. سوال اونا رو کامل مطرح میکنیم، جواب خلاصه میگیم. این به این خاطر است که دوستانی گفته بودن که شما مناظره نمیکنید. گفتیم یکی از بهترین روشهای مناظره که در اختیار ما این است که اونا حرفشون رو بزنن، ما هم حرفشون رو بزنیم، و برای تشویق اوناست که اگر هستن در این کسایی که اینقدر هیاهو میکنند و مبارزه میطلبند، بیان و سوالای ما رو جواب بدن. از همون سوال اول شروع کنن، یک سوال جواب بدن. 1001 سوال است، حالا 620 تا 630 تا شده و یک سوال جواب بدم و من میگم هر سوال اونا باشه من جواب میدم، بدون اینکه نگاه کنم سخت ترین سوالشو بگن جواب میدم. و هر کسی که میخواد مطرح کنه، شاید که مشهور باشه یا از یا حوزه قم باشه یا حوزه نمیدونم کربلا باشه یا نجف باشه یا آدمی باشه که مطرح باشه، چرا که هر کسی نامطرح باشه میگه آقا این حرف ما نیست. حالا این دفعه از حوزه علمیه کربلا و اصطلاح برای شما انتخاب کردیم، از یک شبکه رسمیشون که در شبکه خود ما رو به مبارزه طلبیدن. دیر اون دفعه یک سوالشون رو پخش کردیم و حالا سوال بعدیشون رو به ترتیب پخش میکنیم. دوستان سوال اونها و سخنرانیشون رو نشون بدید. اتاق فرمان با. بله، کلیپ رو نشون بدید لطفا. ممنونم از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز و آرزوی توفیقات روزافزون برای همه عزیزان. در ادامه سوالاتی که از اهل تسنن داشتیم، این سوال مطرح است و منتظر پاسخ هم هستیم، و اون این که شما هم اگر معتقده به قرآن نیستید، مگه ادعا نمی کنید که قرآن کتاب خداست و هر چه در این قرآن هست باید مورد عمل قرار بگیره؟ ادعای شما این است. حالا در جای خودش اثبات خواهیم کرد که به همین قرآن هم خیلی از کسانی که ادعا دارند پیرو پیغمبرند و پیرو سنت پیغمبرند عمل نمی کنند. کسانی که امروز خودشون رو اهل تسنن نامیدن در خیلی از جاها به همین قرآن هم عمل نمی کنند، من جمله همینجا. اون چه در بین اهل تسنن معروف است، عرض کردیم، معتقدن پیغمبر از دنیا رفت، برای بعد از خودش جانشین معین نکرد، تعیین جانشین پیغمبر به عهده مردم است. کار نداریم که نکاتی در رابطه با این قضیه عرض کردیم، اما سوال ما اینجاست. شما معتقدید که جانشین پیغمبر رو باید مردم معین کنند، اما قرآن خلافی رو اثبات میکنه. قرآن در آیات متعددی میفرماید تعیین جانشین پیغمبر باید توسط خدا انجام بشه. من چند تا آیهشو میخونم. یکی در سوره بقره آیه 124 خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انی جاعلک للناس اماما. خداوند میفرماید که ما تو را به عنوان امام و پیشوا معین کردیم. آیه دوم در سوره صاد آیه 26 خداوند میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. ای داوود ما تو را در زمین خلیفه کردیم. به لغت جعله جعلنا جاعلک دقت کنید، در آیه اول خداوند فرمودند که ما تو را به عنوان امام و پیشوا معین کردیم، انی جاعلک، خدا میگه من تو را امام کردم. در آیه دوم باز خدا به داوود میفرماید یا داوود انا جعلناک، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. در آیه سوم سوره طه آیه 29 خداوند می‌فرماید وجعل لی وزیرا من اهلی. به عرض کنم که زبان حضرت موسی به بیان حضرت موسی که خداوند اینطور آیه را بیان می‌کند که حضرت موسی دعا کرد خدایا قرار بده برای من وزیری از اهلم، یعنی خطاب است که خدایا تو قرار بده. پس ببینید ما اینجا سه تا آیه خوندیم، انی جائل کل ناس اماما، یا داوود انا جعلناک، آیه سوم وجعلی،
به لغت جعل دقت کنید، در لغت عرب جعل یعنی به معنای نسب، معنای تعیین. در هر سه این آیه نسب و تعیین به خدا نسبت داده شده. یعنی اینجا نداریم که آیه‌ای در قرآن نداریم که خداوند فرموده باشد آی مردم شما برید خلیفه تعیین کنید، آی مردم جانشین پیغمبر به عهده شماست. حالا سوال ما این است، اعتقاد شما اهل تسنن این است که باید جانشین پیغمبر توسط مردم انتخاب بشه به اصطلاح دموکراسی؟ آقا مردم هر کی بخواهن سر کار میارن، هر کی رو هم نخواهن سر کار نمیارن. خب این مخالف آیات صریح قرآن است. قرآن داره میگه جانشین پیغمبر، خود پیغمبر توسط ما نصب میشه. خدا میگه من همه کارم، شما میگید مردم. این مگر مخالفت با آیات صریح قرآن نیست؟ این مگر دوری جستن از آیات قرآن نیست؟ چطور شما مدعی هستید که ما پیرو قرآنیم؟ اولین نکته‌ای که اینجا برای ما سوال است این است، اگر قرآن قبول دارید، قرآن میگه تعیین خلیفه به دست مردم نیست، چرا مردم رفتن بدون عرض کنم که اذن الهی ابوبکر در سقیفه انتخاب کردن؟ مگه پیغمبر برای بعد از خودش تعیین خلیفه نکرده بود؟ مگه این همه احادیث صریح، این همه احادیث صحیح در کتب شیعه، در کتب اهل تسنن وجود ندارد که پیغمبر اکرم تصریح کرد آی مردم خلیفه بعد از من علی ابن ابی طالب علیه السلام است؟ که اینچارا در جلسات بعد تصریح میکنیم و اشاره میکنیم و بهش میپردازیم. پس امیدوارم انشاءالله این سوال ما رو هم به شکل معقول و منطقی و به دور از احساسات پاسخ بدن تا ما هم استفاده کنیم. رحیم، همونطور که دیدید از بی بسم الله تا پی پایان حرفای ایشون رو پخش کردیم و امیدواریم که اینا هم جرأت کنند و ایرادایی که ما داریم رو پخش کنند، حداقل یکیشو در 5 دقیقه یادت بخ، بدون سانسور البته، نه اینکه ببرن. حالا جواب ایشون این است که بله از این آیات زیاده در قرآن. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت برای شما ملک فرستاد، و از این آیه زیاده. اما حرف در این است که ما نگفتیم رهبر الهی رو باید الله انتخاب نکنه، ما باید انتخاب کنیم. اما صحبت در این است که الله جل جلاله خودش خاتم النبیین رو گفته که این آخرین رهبری است که براتون انتخاب کردم، اسمش گذاشته خاتم. اگه بهایی هستید خب به ما واضح بگید که ما بهایی هستیم. بالاخره رهبر آخر رو گفته خاتم النبیین، آخرین نبی رو براتون که فرستادم همیشون است، حضرت پیامبر است. حالا شما میگی بازم رهبر الهی است، ما حرفی نداریم، زیاد با شما چی نمیگیم. خب رئیس ارتش هم میگه باید الله انتخاب کنه دیگه، مگه نمیگه قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا؟ طالوت رو خب شما رئیس ارتش هم باید اون انتخاب الله انتخاب کنه، نه شما. حالا این کار نداریم، ما با شما اصلا طریق مماشات جلو میریم، سهل انگاری میکنیم، میگیم که آقا سهل میگیریم به شما، میگیم که درسته رهبر باید خدا انتخاب کنه، بفرما انتخاب کن. ما که جلوی الله را نگرفتیم که رهبر انتخاب کنه. میگید حضرت علی انتخاب کرده، شما جلوش گرفتید، خیلی خوب، اون قوم کار درستی نکرد. حالا ما نمیخوایم جلوی الله را بگیریم، رهبر بر ما انتخاب کنه دیگه. جواب شما خیلی ساده است. ها بنده الان میگم الله رهبر انتخاب کنه، ما خلیفه بر ما انتخاب کنه، همونطور که داوود انتخاب کرد. داوودو که مرد نامری درست نکرده بود، هارون که مرد نامری درست نکرده بود، خب انتخاب کرده بود، آوردوش سر قوم گذاشته بود. حالا شما دعوای شما با سر چیزی است که ما با شما دعوا نداریم. اگر الله جل جلاله برای ما رهبر انتخاب کنه، حالا برو حضرت به فرض محال حضرت ابوبکر حق حضرت علی رو خورده، نمیدونم باقی خلفا هم حق 11 امام خوندن، حالا ما نمیخوام حق کسی رو بخوریم، برای ما شما خلیفه تعیین کنه، آقا الله انتخاب کنه، ما اگه قبول نکردیم هر چی شما گفتید درسته. پس میبینید حرفی جواب شما چیزی میگید که خودتون عمل نمیکنید. خب خودتون حکومت درست کردید، خودتون رهبر انتخاب کردید. همینو بهانه میکنم و سوال 625 رو مطرح میکنم. ای علمای شیعه، شما که میگید خلیفه رو باید خدا تعیین کنه، پس چرا نمیاد تعیین کنه؟ میگه تعیین کرده، خب کوش. سوال 626، اگر تعیین کرده پس مجلس خبرگان، ای علمای شیعه، مجلس خبرگان چه صیغه‌ایه؟ اگر الله خلیفه رو انتخاب میکنه، خب امام خامنه ای کی دیگه؟ رهبر مستضعفین زمان. مجلس خبرگانی که شما دارین چیه؟ یعنی شما حرفی میزنید که خجالت هم نمید، خودتون هم میدونید که حرف ناممکن نامعقول است. مثال ساده در زبان عادی براتون میزنم، میگه آقا باید ما این گوشتایی که تو بازار است نخوریم،
من و سلوا بخوریم. خب کوکه بخوریم. حالا که اون نیست ما مجبوریم که همین سیر و پیاز و نمیدونم گوشت مرغ بخوریم. وقتی مایده آسمانی نیست. این حرف چیه با ما بحث میکنید؟ دعوا چیه؟ خب همون کاری که ما میکنیم شما هم دارید انتخاب میکنید. اگر ما فلان رهبر انتخاب کردیم شما هم خامنه‌ای رو انتخاب کردید. شما مرجع تقلید انتخاب میکنید، رهبر دین انتخاب میکنید. آسمان که رهبر براتون نازل نمیشه. پس همین سوال با اینقدر بسه چرا که باز شما فکر نکنید که من سوال رو انتخاب کردم. ما به ترتیب سوال از حوزه کربلا است. اگه کسی سوال بهتر داره بیاره. من گفتم سخت‌ترین سوالتو بگید من جواب بدم. سخت‌ترین سوالتون رو مطرح کنید من جواب بدم. به شما هم آسان‌ترین سوال ما رو که سوال اول ماست جواب بدید. یا دومی جواب بدید یا سومی جواب بدید. خب حالا بریم سر بحث مهمی که امروز دارم برای شما بگم. اول این بحثی که حالا این دو تا سوال در اون باره مطرح کردم. اما موضوع برنامه 1001 سوال ما چیزی دیگه است. ببینید. اول اینو بگم که دعوای ما شخصی نیست با هیچ کس و اینقدر دیگه نادانم نیستیم که وقتی این هم بیننده رو بگیریم برای یک حرف شخصی یا یک کسی ما توهین کرده باشه یا توهین نکرده باشه یا تهمت زده باشه یا چی. نه، حرف ما و خیلی بالاتر از این حرف هاست. و دیگه این مقدمه رو دارم میگم تا کلیپی رو که میخوام بهتون نشون بدم ببینید. و دیگه این که حقیقتا من دوست ندارم بعضی کلیپ ها رو نشون بدم. چرا؟ کلیپ معمولا توهین به یک نفر میشه و پیغمبر ما رو منع کرده، یادتون باشه که حالا من کلیپ فلان کسی نشون بدم و مچشه بگیرم و هینه تکرار کنم این رو، چون که هدف ما این نیست که شیطان رو یاری کنیم بر دشمنان خود. پیغمبر به ما خیلی چیزا رو یاد داده. یکی این یاد داده که وقتی میخواست یک کسی رو بکوبه میگفته این قوم چرا این کارو میکنن. مثلا یک آدم یه کار اشتباهی کرده بوده، وعده خلافی کرده بوده، نمیگفته چرا این وعده خلافی کرده، میگه چرا بعضی قوم بعضی این افراد این کارا رو میکنن، به طور غیر مستقیم میگفته. بلکه گاهی انسان مجبور میشه که بعضی حرفا رو بگه. در مقدمه اینو به شما بگم که یک حرف گفتم، حرف من شخصی نیست و نه اینکه تهمت که به من میزنن یا تهمت به این میزنن که میگه تو دروغگو هستی. یعنی خود حرفی که ما نسبت میدن اونقدر حرف بدی نیست. حالا من که ایرانی هستم و میگن افغانی هستی یا ترک هستی یا عرب هستی، همش بندگان خدا هستی، هیچ عیبی نداره. اما میگه یعنی تو داری دروغ میگی، تو ایرانی نیستی، مثال پاکستانی هستی یا افغانی هستی یا ازبک هستی یا هرچی. اینها نمیدونن که ما نمیتونیم اگر واقعا هم بخوایم در حدیث بخاری و در احادیث دیگه ما رو منع کرده پیغمبر ما، من ادعا الی غیر ابی و هو یعلم فالجنت علیه حرام. هر کس بگه من محمد باقر مثلا پسر حسین هستم در حالی که من پسر حسن هستم، اگر خودم رو به کسی دیگه منسوب کنم، هر کسی و خودش میدونه که من پسر اون نیستم، به غیر پدر خودش منسوب کنه، جنت بهشت بهش حرام میشه. حدیث ها خیلی زیاده در این مورد. حدیث دیگه داریم در بخاری است، دیگه هم داریم که هر کس میدونه و خودش رو به یه قوم غیر از قوم خودش نسب میکنه. لوره میگه من ترکم، کرده میگه من بلوچم، میدونید جزاش چیه؟ میگه صندلی خودشو در جهنم پیدا کنه بره بشینه سرش. پیامبر فرموده نشیمنگاه خودشو در آتش ببینه. پس ما نمیتونیم این من شدیم. حالا دیگه دین ما و امروز ما میفهمیم چقدر مهمه این فضای مجازی که اومده. یه دفعه میبینه که یک دفعه به این اسم میاد، یه دفعه به اسم دیگه میاد، یه دفعه به اسم دیگه میاد. ما معنی این حدیث حالا بیشتر میفهمیم. چرا پیامبر اینقدر سخت گرفته که حق نداری اگر ایرانی هستی بگی من آمریکایی هستم، یا مثلا پسر فلان هستی بگی من پسر کسی دیگه هستم. خب نمیتونیم بگیم این حرفو، ممنوع شدیم. لذا پس میبینید که این نگفتن یک علتش همینه که ما هیچ اصراری نداریم، مجبور هستیم که اصل نسب خود رو بگیم. و دلایل دیگه هم دارم که اینو میگم. اول بذارید ما خود کلیپ هم ببینید، یکی از این دو کلیپ رو ببینید، بعد از اون من در مورد همین کلیپ و سوالایی رو مطرح میکنم. دوستان اگه کلیپ دوم آماده است. بفرمایید آقا. آقای محمد عمر. سلام جناب آقای استاد سجودی، حال شما چطوره؟ علیکم السلام و رحمت الله، الحمدلله شکر الله، بفرمایید. انشاءالله جناب آقای سجودی هم سهری بزرگوار ما، ما یک ارادت خاص به شما داریم جناب آقای سجودی. لطف دارید.
بفرمایید. آقای سجودی، شما که افغانی الاصل هستین، هم شهری ماستین، چرا خودتون میتفونی به ایرانی ها؟ بله، فرمایشتون ادامه بدید. الو عزیز محمد عمر. الو جانم، بفرما صحبتتون رو تموم کنید، بعد 3 دقیقه وقتتون تموم میشه. پدر من با شما خیلی دوست، در زمان جهاد افغانستان شما در افغانستان بودین. بله بله، تموم، فرمایشتون تموم شد. میگم وقتتون گرفته نشد. آشنایی خیلی نزدیک با شما داره، خیلی تعریفات از شما میکنه. بله نه، خواهش میکنم، من فقط یه سوال داشتم. بفرمایید سوالتون، بفرمایید. آخه من درباره این جنگ جمل اینا میخواستم بپرسم. بپرس عزیزم. جواب علمی، خواهش میکنم جواب علمی بدین. بفرما. آخه این در مورد جنگ جمل، این بیاد طلحه و زبیر در مقابل امیر المومنین 30,000 مسلمان کشته بشه، آخرم اینا به همین راحتی دوست در اومدن، مثل این که یارو میاد چار رگه میزنم که من میخوام اینو شفا بدم. آخه این دیگه عقل انسان باور نمیکنم. این جناب عمر که شما میادین داماد امیر المومنین درست میکنین، عمر عمرش برابر پدر امیر المومنین بوده. آیا کدوم انسان عقلش باور میکنه که دختر مزن 7 ساله به یه پیامر 7 ساله بده؟ اگر کارشناس های شما واقعا اینقدر مثلا هیچ انسان عقل این کار نمی کنه که امیرالمومنین بیاد دختر 7 ساله رو بیاد به مرد 70 ساله بده، آخه اونم امیرالمومنین علی بن ابی طالب، نفس رسول خدا. بله. آخر میگن میگه آره با افتخار و نمیدونم. خواهش میکنم جواب ما رو علمی اگر روی سر شما حتما خوبیتون اینه که برادر عزیز محمد عمر سر از روی کتاب بگین، همینجوری که هر چی تو دلتون اومد میگین آره اینجوری بوده اونجوری بوده، بالاخره برنامه هم تا چشم چشم خواهم گفت. ممنون، ممنونم خدا. من یه تشکری از شما که دارم، واقعا خیلی با مخالفین برخورد خوش داری. الحمدلله که یک تعریفی کردید. واقعا من از شما تشکر میکنم. ممنونم، خداحافظ شما. بله این کلیپ دیدید، البته سب کنید من دو دفعه اول از حضرت عمر و حضرت زبیر بگم، بعد از اون اصلا موضوع ما البته اینه چه حالا مطرح شد دوباره میگم. اولا که حضرت عمر 70 ساله نبوده، دوم این که حضرت علی بهش نمیداد، سوم این که وقتی انسان امیرالمومنین باشه عمرش دیگه عیبش پوشیده میشه، اونم به مقام حضرت عمر باشه، لذا دختر برش داده. و بعد چهارم این که دختر اون وقتا بدون شوهر نمیموندن، بعد از وفات حضرت عمر بعد از شهادت ایشون ام کلثوم دوباره عروسی کرده، تا آخر عمر به اصطلاح بدون شوهر نمونده و این رواج چیزی نیست. یعنی انسان میبینه حالا من وقتی دختری داشته باشم که مثلا یک جوونی خواستگارش باشه، یک میانسالی خواستگارش باشه، جوون هیچ کمالی نداشته باشه، میانسال هم پول داشته باشه، هم مثال رهبر کشور باشه، معلوم است که من در مقایسه میکنم و چیزی که فکر میکنم به نفع دخترم است اون رو انتخاب میکنم. دوما در مورد حضرت زبیر که گفتید، حضرت زبیر فرضاً که این کارا رو کرده باشه با هم دوباره دوست شده، حضرت زبیر که شهید شد، حضرت طلحه که شهید شد، ما که طلبکار نیستیم از حضرت علی، اونم نوری چشماش، اما حضرت عایشه به هر حال اگر قاتل این همه مردم بوده، خب حضرت علی که ایشون مجازات نکرده، خود حضرت علی رو شما زیر سوال میبرید. این خلاصه جوابه، چون که بحث ما نیست ازش میگذریم. حالا از دوستان میخوام که، چون که بحث ما به موضوع دیگه است، موضوع از این جداست، میخوام که کلیپ سوم رو هم اگه آماده دارید اونم نشون بدید و تا من سوالای رو مطرح کنم. که آقای قلمداران، آقای بورقی، نمیدونم مصطفی طباطبایی، فلانی فلانی، اینا همه سنی شدند و وهابی شدند و از این حرفای چرندیاتی که اینها میزنن. من به جرأت اعلام میکنم که در طول این 1400 سال حتی یک نفر رو پیدا نمیکنن اینها که با تحقیق دست از شیعه برداشته باشه و رفته باشه سنی شده باشه.
درست. این از محالات هست، حتی یک نفر رو اینها نمیتونن پیدا کنن. این دو تا کارشناس هم که میگن قبلا شیعه بوده و الان سنی شدن، از اون دروغ های بسیار بزرگی است که اصلا قابل باور نیست. یکیش اهل افغانستان هست، میگه من بچه لنگرود بودم، بچه فلان جا بودم. خب واضحه که تو داری دروغ میگی، قیافه و چهره و لهجت معلوم هست که مال کجا هستی. ما هم میدانیم که مال حتی کدوم روستای اونجا هستی. با اون یکی دیگه هم که میگه من شیعه شدم، اینا همه آدم های دروغی هستن. بله. حالا سوالا، ای علمای شیعه، اگر یک افغانی ایرادی به شما داشته باشه، به حکم اینکه افغانی است ایرادش رو باطل میدونید؟ جواب نباید بدید. حالا من به شما افغانی نه که از وحشی آفریقایی هستم، من عذر میخوام از برادران افغان، طبعا میدونید که نظر من چیه در مورد شما، ولیکن من از وحشی آفریقایی هستم، از وسط جنگلای آمازون اومدم. سوال من رو جواب بدید. اگر که من میدونم چی میگید، میگید ما جواب نداریم، مجبوریم به خودت یک تهمتی بزنیم خود رو نجات بدیم. یعنی اگر ما جواب میداشتیم، مثل که تو سوالای ما رو یکی یکی پخش میکنی جواب میدی، ما هم جواب میدادیم. من جواب شما رو میگم، این دفعه من جوابای اونا رو میگم. 1001 سوال هست، اما جوابای اونا رو خودم براتون میگم. سوال 628، ای علمای شیعه، ببینید اون نفر اول که زنگ زده بود دیگه تیری در تاریکه انداخت، ما بهش اهمیت نمیدیم، چرا که با اسم اصلی نیومده، دشمن عمر بوده، حضرت عمر بوده، با اسم حضرت عمر اومده. ولیکن این دومی که بالاخره نماینده حوزه علمی قم است، بازم تکرار میکنم، تکرار و تکرار، کرات و مرات، که ما با شخصی دشمنی نداریم. ما حوزه علمی قم را هدف گرفتیم، علمای شیعه را هدف گرفتیم، آیت الله عظما را هدف گرفتیم، کل مذهب شیعه را هدف گرفتیم. میخوام به ملت خود بگیم که اینا دروغگو هستن، روز روشن دروغ میگن و مکرهایی رو به کار میبرن. عموما داریم میگیم و یک نماینده شونه، این نباشه دیگه میاد، بالاخره شبکه از خودشون یکی دیگر میاره، آدم که کم نداره. حالا علمای شیعه، سوال 628، شما که میدونید سجودی از کدام روستای افغانستان است، چرا اعلام نمیکنید؟ اسم روستا رو بگید. خب گفته من دهشو میدونم کجاست. اینکه آسونه، بعد برید در ده مصاحبه کنید، شما که دستتون درازه و افغانستان در دست خودتونه. حالا این سوال، من افغان ها میدونن که من چی میگم، چون که من تو بینشون زندگی کردم. شما در افغانستان فقط بگی که من از فلان بخش هستم، روستا هم نه، و اسم پدرت بگی، دیگه خود افغان ها کامپیوتر هستن، هر قوم یک عادتی داره، رگ ریشه تو رو در میاره، از بیشتر از تو در میاره، که پدرت کی بود، پدر بزرگت کی بود، نمیدونم مادرت کی بود، مادر بزرگت کی بود، حتی بعد عادت دارن، کنجکاو هستن و همه از هم دیگه خبر دارن. وای بالی که تو روستا رو بگی. اگه شما روستا رو بگی، خب افغانا میدونن من چی میگم. اگه مردم ایران نمیدونن، دروغشون اونا میدونن. و جالب است که تهمت زنند خودش افغانی است، یعنی پنهانم نمی کنم، یا حجت الاسلام که من افغانی هستم پنهانم نمی کنم. بازم گفتم که من وقت ندارم که از خود دفاع کنم، من میخوام دروغ یک حوزه علمیه رو براتون ثابت کنم که در روز روشن بابا عروس خود منکر میشه، آیت الله عظماست، قبول نداره که به اصطلاح مهر رادمهری وجود داشته، خواهرش، زن پسر من بوده، منکر میشن. سوال 629، ای شیعه، من این دفعه شیعه افغان رو، چه اونایی که در ایران هستن، چه اونایی که در خود افغانستان هستن، شنیدم خیلی ها به برنامه ما گوش میدن و خیلی از برادران افغان خود ما هم در شمال افغانستان و در جنوب و در غرب، اینطوری که من شنیدم، برنامه های شبکه کلمه رو نگاه میکنن. من اونها رو خطاب میدم، خصوصا شیعه افغان رو، که شما که دیگه به شما ثابت شده باشه، به شما که دیگه باید ثابت شده باشه دروغگوی اینها، پس چرا ولشون نمی کنید؟ یعنی شما میدونید من چی میگم، اگر من از یک روستای افغانستان باشم، محال است که بتونم خود پنهان کنم، شطور سواری که دلا دلا نمیشه. شما که ماشاءالله تعدادتون کم نیست و در به اصطلاح ایران هم زیاد هستید، تو ماشاءالله شاعرایی هست. من اون روز که به خونه افغانا در یزد حمله کردن، واقعا شعرهای قوی از اینا خوندم که نشون میده که ادیب توشون هست. یعنی اگه شعرش در مد توش امام زبان صدا نکرده بود، من اون شعر براتون میخوندم، ولیکن خیلی شعر قوی خونده بود. مثل اینا زیاد هستن. شما که فهمیده هستید، شما که درس خونده هستید، شما که ادیب هستید، دیگه چرا ول نمیکنید اینا رو؟ همین شمایی که از افغانا که امروز به خاطر در حوزه علمی قم درس میخونید و به حساب ما کنگر و لنگر است، دیگه حتما اگه تو ایران بودید معنی مسئله میفهمید. خب شما یعنی فکر نمیکنید که این همه دروغ رو باید تحمل نکنید؟ سوال 630، سوال مهم، حالا چرا اصرار دارن بگن که یک شیعه تا حالا سنی نشده؟ خیلی سوالیه برای من.
میتونه با وزن مادرش قهر کرده باشه و سنی شده باشه، این مهم نباید باشه. از ما مردم زیادی ممکنه که به مذهب دیگه برن کمونیست شدن. از خود شما جلوی چشم شما روزانه چندین نفر مسیحی میشن، چرا براتون اونا مهم نیست؟ فقط یک شیعه که سنی بشه سعی میکنید پنهانش کنید. این یک سوالیست که برای من خیلی جوابش نصفشو میدونم نصفشو نمیدونم. نصفش همین است که اینها میدونن که صاحب خونه کیه، برای همین اجازه نمیدن به معبد یهودی اجازه داره، مجوسی اجازه داره، زرتشتی اجازه داره، نمیفهمم مسیحی اجازه داره تو تهران و در شهرهای بزرگ، سنی اجازه مسجد نداره. تا از وقتی که اینا اومدن اجازه نداره ها، نه اینکه ملا اومده باشن، از وقتی که صفوی اومده اجازه نداره. حالا سوال اینه که اگه واقعا یک سنی در طول این تاریخ یک شیعه سنی نشده، و شما خودتون میدونید که روزی چند نفر مسیحی میشن، خب چرا برای ما شبکه زدید؟ از برکت شبکه شماست که 4 تا سنی غیرتمند پولدارم پول دادن این شبکه رو زدن. شما واقعا اگر که هیچ خطری در طول تاریخ توسط وهابی‌ها شما رو تهدید نکرده و هیچ شیعه سنی نشده، یعنی حالا دانشمندتون دروغ میگه که در خوزستان 12000 نفر سنی شدن، دروغ میگه، برو دروغ میگه، گفت خوزستان، باز گفت بلوچستان، به هر حال دروغ میگه، این قبول داریم. شما که راست میگید، شما که حوزه علمی هستید، شما که رسمی هستید، خب دیگه چرا بس برای ما شبکه میزنید هر روزانه؟ برید برای مسیحا بزنید، شما اونا کار ندارید، چون خودتون میدونید که کی میتونه شما رو از این اریکه قدرت به پایین بکشه. و من گفتم، من یعنی اگه آدم عادی بود، خب یک حوزه علمی رو طلبیدم که آقا بیا قسم بخور که سجودی از لنگرود نیست، ایرانی نیست. گفتم من نمیتونم بگم، من یعنی اگر یک افغانی باشم فخر میکنم. به خاطر چه؟ به خاطر اینکه همین افغان ها جلوی صفوی ها ایستادن، ما نه ایستادیم، ما تسلیم شدیم، هم گیلان ما تسلیم شد، بالاخره تسلیم شد، جنگید اما تسلیم شد. اونا تسلیم نشدن، چقدر قربانی دادن. سوال 633، ای ملت شیعه، ملت رو خطاب میکنم، آیا شطور سواری دولا دولا میشه؟ ببینید من چرا این حرفو میزنم؟ خب اینا منکر آقای رادمیر هستن، منکر دیگه، خیلی های دیگه هستن. خب حالا اونا باشه، منی که تو جلوی شبکه اومدم با تصویر خودم میام، مگه میشه من دروغ بگم؟ شطور سواری مگه دولا دولا میشه؟ یعنی من اگر اسم دیگه ای بگم، مگر من گفتم به شما، مگر من فامیل ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم، پدر مادر ندارم، حالا پدرم مرد، مادر دارم و عمه ندارم، خاله ندارم، همین زن بچه ندارم، زنام فامیل ندارن، بچه های من مثال دخترای من که شوهر کردن، آیا اینا فامیل ندارن؟ جلوی این همه آدم من میام دروغ میگم؟ مگر من شما هستم؟ حالا من لنگرود که یک شهر بزرگی نیست، در اون شهرم که شما برید راحت، مگه به اسم واضح برده بودم محمد باقر؟ خب پدرم 5 اسم انتخاب کرده بود، پدر بزرگ ما سجودی مقدم لنگرودی، محمد باقر ولد پسر محمد حسن پسر رمضان علی، دیگه چجوری براتون بگم؟ خب برید، اگه شما اینا که میدونید که تو اطلاعات هستن، دارم به شما ملت میگم. خب اونجا عمه‌های ما هست، اونجا دیگه فامیلای ما هست، مگه میشه من دروغ بگم؟ این دروغ به این بزرگی؟ بس من فامیل مادر من معرفی کردم که خانواده بابازادگان هستن، اونا هم اصلشون از اون شهره، به شهر اونقدر بزرگ نیست. بعد همه میدونن که در لنگرود لهجه گیلکی است. خب اگه باور نمیکنید با من گیلکی صحبت کنید، یا گیلکی هم رفتم یاد گرفتم، دانشگاه سنی ها در لنگرود بوده که من برم اونجا گیلکی رو یاد بگیرم. یعنی دروغ باید، حالا بگو چرا میگی؟ حالا بگو تو برنامه رو گذاشتی که از خودت دفاع کنی. نه عزیزان، من اینو گذاشتم که دروغگویی علمای شما رو ثابت کنم و بعد یک نتیجه بگیرم. وقتی یک چوپان دروغگو بود، باید حرف دیگه‌ش هم قبول نکنید. حرف آخر اول بر مشتم باز کردم، براتون گفتم. در مورد لنگرود گفتم بذارید این خاطرم براتون بگم که بدونید که شهر اونقدر بزرگ نیست، مردم هم دیگه رو می‌شناسن. درسته که من 8 سال 9 سال بودم از لنگرود بیرون اومدم، بالاخره رگریشه ما کجا بوده دیگه؟ سجودی هنوز تو لنگرود است. و گفتم سجودی مقدم لنگرودی، که باز نگید آقا نمیدونم، چرا که تو آمل هم هست، تو خوزستان هم سجودی داریم، اما به این نام مقدم لنگرودی نداریم. خب یادم میاد یک سالی بعد از اینکه پدرم وفات یافت، من رفته بودم
حج بود، بله حج بود یا عمره بود به هر حال. و من عادت دارم وقتی من جمع چیزای ایرانی هست کنارش که بشینم دیگه خود طبیعتا مثل مغناطیس آدم کشیده میشه. یه گروه ایرانی نشسته بودن صحبت میکردن، معلوم بود که اصطلاح پیرمردا و پیرزنا بودن اکثرشون. فالگوش گرفتن تو ده اینا دارن به زبان گیلکی صحبت میکنن. متوجه که بیشتر شدم دیدم که دارن به زبان گیلکی هم زبان لهجه های مختلف داره. رشتی یه جوره گیلکی، لنگرودی یه جوره لاهیجانی، کمی فرق داره. همینطور دیدم دارن اینا به لهجه لنگرودی صحبت میکنن. دیگه طاقتم نمیاد، مثل که مادر خود دیده باشم، پدر خود دیده باشم. سر صحبت به گیلکی باشون باز کردم، ساکت شدن. ریش درازی داشتم دیگه و لباس هم تعجب اینا رو برآورد که این کی چهرهش که مثل ما نیست ولی لهجهش مثل مصدره زبان گیلکی صحبت میکنه. زنا ساکت شدن، پیر زنا بودن و مشکوک بانن نگاه کردن. آخه یکی از مرداشون پرسید که زک تو بچه کی هستی؟ و پسرم تو بچه کیستی؟ پسر کیستی؟ گفتم من پدرم حسن سجودی. یادم نمیره یکشون بلند شد منو بغل کرد گفت که ها من در مجلس ترحیم پدرتو رفته بودم در لنگرود. من پدرم تو تهران مرده، اونجا زندگیش بوده، منتها من نمیدونستم خودم که پدرم در لنگرودم مجلس ترحیم برش گرفتن. باز زنگ زدم این برنور پرسیدم گفت ها ما علاوه بر تهران دیگه میفهمی شیا مجلس ترحیم زیاد میگیرن. گفت تو لنگرودم به خاطر آشنایی که تو لنگرود داشتیم گرفتیم. یعنی تو حج من دیده شناخته؟ مگه میشه من دروغ بگم؟ هم چیزی ممکنه؟ گفتم من عموهایم که نه، دخترعموهایم، پسرعموهایم، بچهای اونا بزرگ شدن، یعنی فامیل کوچیک که نیستیم و از این طرف خودم فامیل کوچیک که ندارم. پس چرا اینقدر دروغ میگن؟ من میخوام ثابت کنم که شتر سواری دولا دولا نمیشه و اینها دارن دروغ میگن. حالا سوال بعدی، سوال 633، ای ملت شیعه. ملت شیعه رو دیگه خطاب میکنم. چرا دیگه علما دیگه خجالت نمیکشن؟ میگم تو اطلاعات دست دارن، میدونن که من چه مشکلی دارم با اونا. خب ای ملت شیعه، مگه میشه کلمه شبکه کلمه اعتبار خود زیر سوال ببره؟ سوال 633 رو دارم میپرسم. خب دقت کنید، اینو برای بینندگان دیگه، حالا لنگرود نمیدونن، افغانستان رو نمیدونن. افغان حالا فهمیدم من چی میگم، چون افغان میدونن که روستا معلوم باشه من معلوم میشه کی هستم. لنگرودی ها میدونن که من لنگرودی هستم. چرا؟ با این نشونهایی که دادم از پدر و مادر و فامیل خود، مثلا شوهر عمه خود نور پور صادقی مثال، میدونن دیگه. اون که نمیدونه میدونه. اما میرسیم به بقیه مردم ایران، اونا رو دیگه با دلیل عقلی قناعت میدیم، دروغگوی اونا رو قناعت میدیم. دفاع از خود نمی کنیم، دفاع نمی کنیم که ما یعنی راستگو هستیم. دروغگوی اونها رو، دروغگوی آیت الله عظماهای شیعه رو دارم براتون ثابت میکنم. میگم مگه میشه شبکه کلمه که حالا این یک دم دستگاهی برای خودش درست کرده با آوردن یک آدم دروغگو اعتبار خودش زیر سوال ببره؟ گفتم شطور سواری دولا دولا نمیشه. حالا هر کس که در اینجا خودش علنی کرده مجبور شده اسم اصلیشو بگه. تمام این دوستان کارشناس ما که اومدن، پشت صحنه نمیگه، حتی اسمشونو به منم نمیگه، از شری که به اصطلاح ممکنه براشون ایجاد بشه، برای که ما دیگه بالاخره جونمونو به دستمون گرفتیم دیگه. و هیچ کس نیست که نام اصلیشو نگه، یعنی تمام کارشناسا که شما میبینید با نام، چون که آخه شطور سواری دولا دولا نمیشه. چهرهت که نشون دادی دیگه نمیتونی دیگه به اصطلاح عزمی خواهم، مادر امام زمان که نیست که به اصطلاح اسمش عوض کنی. بابا نمیتونی که اسم عوض کنی، بالاخره غایب که نیستیم، حاضر هستیم، ناظر هستیم. حالا رادمیر رفت زیر خاک، حجت الاسلام محمدی رفت زیر گل، اونا رو میتونید منکر بشید، ما رو چطور منکر میشید؟ ما چجوری خودمون رو منکر بشیم؟ حالا شما ماشاءالله خوب رو دارید، ما رو منکر میشیم، ما که نمیتونیم خودمون رو منکر بشیم. بعد گفتم در حدیث من است که کفر است که انسان به اسم پدر خودش ظاهر نشه. بابا حدیث بخاری است، اگه شما الان تقیه میکنید ما که به حدیث خود مجبوریم عمل کنیم. حالا سوال 634، این ملت شیعه، اگه ملتی از دولتش راضی نبود، ملت باید دولت عوض کنه یا دولت باید ملت عوض کنه؟ از سوال من نه بخندید، نه ناراحت بشید، نه گیج بشید. دوباره تکرار میکنم، سوال 634، این ملت شیعه، اگه ملتی از دولتش ناراضی بود، دولت باید ملت عوض کنه یا باید ملت دولت ملت عوض کنه، یا ملت باید دولت عوض کنه؟ بابا در ایران این دولت داره ملت عوض میکنه. همین آقایی که به من تهمت میزنه، این آقا باز اسمش اینه، میگه من نمیخوام کسی ناراحت کنم، من حرفی ندارم که به اصطلاح مردم بیان تو کشور ما سر سفره ما بشینن بخورن، همونطور که ما حالا مجبور شدیم کشور دیگه رفتیم، مجبوری آدم میبره هر کشوری.
ولیکن آخه انصاف هم خوب چیزیه. ما این دولت خود ما آوردیم، نفت به دستش دادیم، حالا ما را که بیرون کردی بیرون کردی، به جای ما همین حجت الاسلام افغانی را آوردی، به اصطلاح نشوندی، همین که به ما تهمت زد که میگه من میدونم از کدام روستای افغانه، دروغ به این بزرگی. خب نشون بده دیگه تو که افغان هستی، اسم روستا رو هم بگو. بابا ما رو که بیرون کردی، او بابا رو آوردی سر سفره نشوندی، آخر این چه دولتی هستی که شناسنامه رو از ما میگیری و یکی دیگه میدی؟ خب مگه میشه یک دولت ملت خود عوض کنه؟ باز منکر میشه که اصلا ایرانی است؟ آخه حیام یک چیزیه. من میدونم حالا بعضی از ایران میگه خوب شد که این بلا سرتون اومد، این جوونا میگه خواست اینا رو نیاری، خوب شد که همچی دولتی آوردی که شما رو بیرون کنه و کاسیلیسا رو بیاره. خب اینایی که میاره اینا کاسیلیسا هستن، اینا رو برای میاره، این برش فرقی نمیکنه، کمونیست هم باشه زیر دستش هست، میخواد زندگی کنه. خب حالا تو حوزه علمی قم جای پیدا کرده، ملت ما متنفر اینا اومدن، بالاخره کار دیگه نداره دیگه، از اون بهتر است که بره در اونجا درس بخونه واسه که عملگی کنه. معذرت میخوام. خب حالا شاید جوونا ما بگه آقا شما این بلا سر ما آوردی، خوب شد که شما این بلا سرتون اومد. بابا جون ما چی میتونستیم آخر؟ ما که شما حالت جنبش سبز هستید یا هر جنبش دیگه هستید، مگه شما کف دست خودتون رو بو کردید که انقلاب شما ممکن است از این بدتر بشه؟ ممکنه جنبش سبزی که شما توش هستید فردا از این بدتر بشه. خب ما به نام آزادی، به نام استقلال، به نام جمهوری اسلامی ما دیگه اومدیم شهر بیرون کردیم که استقلال نداشتیم، آزادی نداشتیم دیگه. ما که گناه نداریم که از ما دزدیدن، حالا دارن ملیت ما رو از ما میدوزن، دیگری میان سر سفره ما میشونن، سر نفت ما میشونن. این خیلی عجیبه. سوال 634، این ملت چیه؟ اگه ملتی از دولتش راضی نبود، دولت باید ملت عوض کنه یا باید ملت دولت عوض کنه؟ حالا ما نمیخوام دولت عوض کنه، دولت ما رو عوض نکنه دیگه، از لبنان نیاره، از همین شیعه های، من نمیگم که افغان ها نیان تو ایران، من میگم این شیعه هایی که فقط تملق میکنن در دستگاه دولتی هستن، برایشون فرق نمیکنه. برای چی فرق نمیکنه؟ که وطنش نیست که. بس میگه بس من بخورم آقای خامنه ای رهبر که نه نماینده امام زمان باشه. بابا که از لبنان اومده، ببین چه لبنان چقدر درست کردن جبل عامل لبنان رو، یا جای دیگه یا تو عراق. سوال 635، این ملتشیه، شما میدونید چرا سجودی یا رادمیر نمیتونه خانواده خودشونو بیارن تا با آقا ثبوت بشه که آقا بگه من این برادرشم؟ من میگه مثال آقای رادمیر نمیتونه برادرش بیاد یا خواهرش بیاد یا پدرش بیاد؟ میدونین چرا؟ بعضیاتون میدونین اونایی که باهوشین، بلکه اکثرتون میدونین چون که اکثرتون باهوشید، این است که میترسن از اینا. بابا اینا که نه، دولت ها از اینا میترسن، چون که برای اینا مهم نیست، نه نفر مهمه، نه ارزم به حضورتون پول مهمه. مردم از سر سفره مردم برمی داره، اهداف خودشو پیش میبره. من براتون مثال میذارم، ببینید حالا رادمیر که ما میگیم، رادمیر فرار کرده. بابا یک حجت اسلام محمدی دیگه رفیق رادمیر بوده، اصلا ما نمیشناسیم، هیچ ازش نمیدونیم، خانوادهش هم صداش در نمیاره، زنم داشته، بچه‌ام داشته، او بیچاره بچه‌ام داشته، حالا بچه‌ش حتما بزرگ شده، 15 16 سال شده باشه، ولی ما نمیشناسیمش، عکسش هم نداریم. برای چی؟ برای اینکه مملکت دستشونه، این چیزا براشون مهمه. وقتی سجودی زنده رو میگن که منو که نمیگه در طول 1400 سال یک نفر شیعه سنی نشده، باز ما مثل به اصطلاح همی تپیم می تپیم که والله خطر وهابیت، خطر وهابیت. من امروز یکم صحبت با اتاق فرمان گفت وقت تماس هاست، یک 15 دیگه زیادتر صحبت میکنم تا حرفای خود رو تمام کنم. بله، چون که اصلا مسئله مونده، ولی یک دو تا سوال درز میگیرم، میخواستم دو تا مثال به شما بزنم در مورد این، از این درز میگیرم و رد میشم. مثال فقط همینو میگم، ما وقتی که با آقای هاشمی دیروز گفتن که رادمیر وجود نداره، من به برادر خانومشو میشناختم، با همین خانومی که گرفته از مردم بلوچ، یک آدم مبارزی هم است، به این زنگ زدم که فلانی آخر بیا یک مصاحبه بکن، هرچند که تو مصاحبه کنی میگی اینم دروغه، ولی بازم یک چیزی میشه. گفت آقا من میترسم. میگه گفتم تو چی میترسی؟ میگه من از وطن میترسم سر فامیل من بلایی نیارن. گفتم با صدا بگو. گفت با صدا اولا فایده دیگه نداره اونقدر، دوم که از صدا میترسم که دفعه کشف نکنن. خب میترسن مردم. خب سوال بعدی، چون که دوستان گفتن من سوالا رو درز میگیرم، سوال نمیدونم چند بود، به هر حال سوال بعدی، سوال 536، ای مادر شیعه من، اول ما این دفعه دیگه همه شیعه رو نه فقط مادر خودم خطاب میکنم، هرچند که نمیدونم میتونه بشنوه یا نه، چرا که گوشای سنگین شده دیگه، بالای 90 سال عمر داره. میگم
بالاخره مادرای خود صدا میکنم، خواهرای خود تو ایران صدا میکنم، پدرای خود رو، برادرای خود رو، عموما همه ملت ایران رو میگم که چرا شک نمیکنید در که به شما دروغ گفته باشم بعد از این همه حرف که به شما زدم؟ چرا شک نمیکنید که اگر در این چیز به این چیز روز روشن منکر میشن با این دلایلی که براتون گفتم که محال است که من بتونم با اسم دیگه بیام یا با ملیت دیگه بیام، با این دشمنایی که ما داریم من با ملت دیگه بیام کشف نمیکنه؟ من میگم که این تو دروغ میگه، یک حوزه علمیه دروغ میگه، یک آیت الله های دروغ میگن، دستگاه کل همش دروغ میگه. چرا شما به این اطمینان میکنید در قضايا؟ یادم میاد این داستان که یک بار پدر من در اون سالها هنوز اینترنت و اینا نبود، اینترنت و اینا، نامه نوشت که نمیدونم دیگه پدر از حالا که من بچه‌ام بزرگ شدم میفهمم که چه دردی در دل اون من آوردم، نوشت که ببین تو این کارا رو کردی، کار درستی نکردی، شغلت ول کردی رفتی و ما رو در عذاب انداختی. خب میتونستی اگه سنی شدی در زاهدان زندگی میکردی، در سرندج زندگی میکردی. یک نامه نوشت که بالاخره تحت تاثیر قرار گرفتم، پدر بود دیگه. در جوابش من پدرم نوشتم که پدر جان تو خودت برای من تعریف کردی که کوچیک بودی در همین شهر لنگرود در روز عمرکشان، خودش برای من تعریف کرده بود در روز عمرکشان، روزی که داشتن میگه ملا میرفت بالای مجلس، ملا در منبر پیامبر میگه نام حضرت که عمر میومد یک باد صداداری از خود خارج میکرد سر منبر. من برش نوشتم که پدر، همینطور تو نامه برش نوشتم که پدر وقتی که همون ملا گفت ملا آیت الله عظماست، همون ملا دیگه آیت الله عظما شده دیگه، گفتم وقتی که سر منبر پیامبر از دهان صحبت نمیکنه تو چرا باز به حرفاش توجه میکنی؟ همین آقایی که امروز حجت الاسلام، همین دوست افغانی ما که حجت الاسلامه، فردا همین آیت الله عظما میشه دیگه، همین علنی دروغ میگه، میگه من نمیدونم سجودی افغانی از لنگرود نیست و نمیدونم روستای افغانستانش هم میدونیم، بابا فردا همین آیت الله عظما میشه. آیت الله عظما از آسمان نیفتادن ای ملت، از همینا پیدا شدن. من دیگه به چه زبانی به شما بگم؟ خدای تو شاهد هستی که من این ملت رو گفتم. حالا این ملت، حالا دیگه باور میکنید که پیغمبر یک دختر داشته باشه بعد این دروغا؟ بابا خداوند میگه بناتکا بناتکا بن دخترای تو، تو قرآن 4 تا دختر گفته، اینا یک دخترش کردن. خب باور میکنید وقتی دختر پیغمبر منکر میشن به قول آقای هاشمی، ما رو چجوری منکر نشه؟ حالا دختر پیغمبر بالاخره نیست، ما که زنده هستیم. حالا سوال بعدی، ای ملت شیعه، با این همه دقتی که شما دارید چرا باز دقت ندارید؟ در برنامه قبلی من یه خانمی زنگ زده بود که سوال 621 من رو رد کرد، درستم گفته بود، یعنی من سوالی رو مطرح کردم، سوال قوی نبود، گفتی سوالت به این دلیل این آیه درست نیست. گفتم آفرین. خب ببین چقدر دقت داشت، تو هم برنامه هم زنگ زد. خب پس چرا در این چیزها دقت ندارید؟ در چیزهایی که با اعتقادات شما ضربه میزنه چرا دقت ندارید؟ چرا نمیخواید اعتقادات خود عوض کنید؟ شما که اینقدر ملت دقیقی هستید، چرا وقتی پای به اصطلاح اعتقاداتتون میاد دقت خود از دست میدید؟ هر چی که بهتون گفتن قبول میکنید؟ چرا؟ حالا سوال آخر، همه این حرفا رو زدم تا به شما بگم حالا ما با علمای شیعه هم دشمنی نداریم، ما با این هدیه‌ای که برای ما آوردن دشمنی داریم. هدیه چیست؟ این روشی که با ما آوردن، اون چیزی که از اسلام گرفتن خب خوبه، همون چیزی که با ما مشترک هستن، اما چیزی که با ما اختلاف دارند ما با اون دشمنی داریم. دعوای ما سر همینه که ببین چی برای ما آوردن. سوال بعدی رو ببینید، ای ملت شیعه، آیا این عمل با فاحشگی فرق داره؟ فرقش چیه؟ ببینید، این از سایت‌های معتبر خود دولت و از خبرنگارهای خود دولت نوشته شده که یک سایت اینترنتی ادعا دارد با دفتر رسمی ازدواج همکاری می‌کند، به معرفی خانم‌ها برای ازدواج یک ساعته به مبلغ 60 تا 100 هزار تومان می‌پردازد. در این سایت صفحه‌ای به نام پروفایل خانم‌ها در نظر گرفته شده که در این پروفایل مشخصات 10 زن وجود دارد. برای هر زن یک کد گذاشته شده از 1 تا 10. این جام آنلاین این رو گفته. باز میگه تو اینا این اطلاعات وجود داره که سن زن چیه، یائسه هست یا نیست، مطلقه هست یا نیست، قد نیست، قدش چنده، وزنش چیه، مسکن داره، نمیدونم پرونده بهداشت داره، خصوصات ظاهری خانم‌ها چیست، همه اینا نوشته شده. میزان مهریه برای عقد 1 ساعته و سن همسر تقاضا شده، سنش هم باز می نویسه.
خب یک تلفن از ایرانسل هم داده، تلفن ایرانسل که مشتری ها تماس بگیرن و این سایت باش مخالفت کرده که آقا این کار فحشاست. و یکی در زیرش نوشته که آقا اگر ازدواج موقت عملی شرعی است شما چرا مخالفت میکنی؟ به هر حال این رویه بهتر از بی‌بندوباری جنسی حاکم فعلی است. متوجه شدید قضیه چیه؟ خانم یائسه، خانمایی که خون نمیبینن دیگه تمام شد، مایوس شدن، اینها در مذهب شیعه برخلاف آیه سری قرآن در سوره طلاق که میگه باید 3 ماه عده نگه دارن، برخلاف آیه سری آیه 4 از سوره طلاق میگه که زن یائسه عده نداره. دیگه عده با آدم باهوش هم پیدا میشه، میگه عده نداره. خوبه، این یک فایده. ازدواج موقت داریم؟ بله. این دو فایده. یک ساعته ازدواج موقت کنه 100,000 تومان بگیره، طلاقش بده، عده هم نداره، یک ساعت بعد آقای دیگه در روزی میتونه 1,000,000 تومان پیدا کنه. هر زنی وسوسه میشه، زن یائسه. عذر میخوام البته از خواهرای خودم، منظورم یعنی بعضی ها وسوسه میشن. خیلی عذر میخوام از این لفظی که بکار بودم. معلوم است که 99% وسوسه نمیشن. عذر میخوام از لغتی که بکار بودم. خب یکی دیگه ببین چی نوشته. میخوام بگم این دینه به ما شما دادن، این دروغا اون دینه. برای چی میگه که شما هیچ کس سنی نشده؟ برای اینکه بگین که آقا این ممکنه یک شیعه سنی بشه. برای چی؟ برای اینکه شما یه دفعه از اهل سنت چیزی ندونید. مسجدش هم بستن، مسجد هم اجازه نمیدن. مسجد یهودی میری برو، اما مسجد سنی تو تهران نمیتونی بری. یکی دیگه نوشته چون در جامعه فحشا زیاد شده، بنابراین اگر بتوان حداقل آن را کنترل و کانالیزه کرد این بهترین کار است. یکی دیگه نوشته آقا سوء استفاده چیه؟ این کار شرعی است، مگر شر جای سوء استفاده داره؟ این راه حل شرعی میتونه جلوی فساد رو بگیره. اسلام مجموعه از قوانین است که اسلام را تشکیل میدهد، اگر تیکه تیکه شود دیگر اسلام نیست. یکی دیگه نوشته که آقا که اینجوری مراکز کالج زیاد میشه، این به فکر کی رسید؟ این فکر شیطانی است. باز پول 500,000 تومانی در روز، درآمد 500,000 تومانی خیلی آره وسوسه میکنم، حرفی که من زدم. یکی دیگه نوشته که با گسترش فساد و فشار اقتصادی بدیهی است که ممکنه خیلی ها این کار تجربه کنن، این خطرناکه. و یکی دیگه نوشته که اجازه بدهید که یک گناه از جامعه برداشته بشه. منظورش یعنی که این کار اجازه بدید. دین اسلام و مذهب شیعه برای تمامی مسائل و مشکلات اجتماعی راه حل مناسب و صحیح دارد، با آن عمل کنید. اگه اینجور راه حل، پس آلمانی هم راه حل صحیح دارن، راه حل یک ساعته که همه دنیا قبل از اینکه اسلام بیاد داشت. یکی دیگه نوشته شر مبین طبق فتوای مراجع اعزام اجازه داده که زن بیوه ازدواج موقت بکند، اگر یائسه باشد نیاز به عده ندارد. خب چه بهتر که این موضوع ساماندهی شود و تحت کنترل باشد، از خیلی از مفاسد جلوگیری می شود. خلاصه قضیه این است که میخوام وقت بینندگانم نگیرم در تلفن ها، که صحبت شخصی نبود، حرف از شخصی. میخواستم فقط طول این برنامه یک چیز ثابت کنم که آقایون متاسفانه دروغ میگن، دروغ شاخدار میگن. این به خاطر چیست که این دروغ ها رو میگن؟ یک میان برنامه رو دوستان بذارن، خواهش میکنم ازشون، با اون خواهم گفت و بعد از اینکه میان برنامه رو دیدید. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
خلیفه راشد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، چرا و چگونه مردم را به بردگی گرفته اید در حالی که از مادرانشان آزاد زاده شده اند؟ قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. تا فرمان لطف کنید شماره تلفن ها رو اعلام کنید و در این فاصله بنده تا اعلام کردن شماره تلفن ها فقط این نکته رو بگم، جواب همون سوال خودم رو که چرا اینها جرأت دارن و این همه دروغ میگن علنی و بدون ترس، بدون اینکه بابا ما یک جمله رو اشتباه بگیم میترسیم که آقا من مثال چرا اینو گفتم، راست علنی دروغ و تکرار میکنه. ببینید ما اصرار نداریم که همیشه دروغای اینا رو رسوا کنیم. چرا؟ ما با اینا در حال جنگ نیستیم، که ما میخوایم با فرد در حال جنگ نیستیم، ما میخوایم که هدایتشون کنیم. اگر یک دفعه اشتباهی کردن ازش میگذریم و کسی که از اشتباه خود برگشت دیگه ما با اون کاری نداریم. اما تکرار تکرار، من یادم از اول که گفته بودم، من گفته بودم که آقا مباهله میکنید، قسم میخورید که من کی هستم یا نیستم. قسم نخوردم، من گفتم دیگه بیچاره شمشیر خود خلاف کردن. دوباره که شروع کردن من فهمیدم که باید پشت این مسئله یک مسئله بزرگ برای اینا باشه، یه چیز برایشون خیلی مهمه و من از این میترسم. اینا این وصیت منم باشه به برادرم تو شبکه کلمه که اینو برای بعد از مرگ منم این برنامه رو نگه دارن. حالا که زنده هستم منکر ما هستن، که مردیم دیگه حتما منکر خواهند شد. حالا چرا این کارا رو میکنن؟ چرا به ما اهمیت نمیدن؟ چرا آقای خمینی وقتی که قبل از اینکه بیاد گفت که آقا ما نمیخوایم، ما در اخونده در قدرت نمیان و بعض اومد و چه وعده هایی داد که عمل نکرد؟ برای چی؟ برای اینکه ما رو خار میشمارن، ما رو خار میشمارن. من نمیدونم، من که توشون نبودم، اما قسم میخورم که رادمیر این رو گفت. رادمیر که دیدم میگه بعضی ناخوندا، نمیگم همشون، بعضیا میگه تو بین خودشون میشینن میگه آقا خر برای سواریت ملت خر است باید سواری شد. دیگه رادمیر گفته راست دروغش، یعنی من فکر نمیکنم که انسان اینقدر چی کنه، ولی من اینو از شهید رادمیر شنیدم. چرا؟ برای اینکه ما رو بی ارزش میدونن، ما رو خر میدونن که به راحتی جلوی ما دروغ میگن، بدون اینکه بترسن که فردا دروغشون آشکار بشه. این همون کاری است که فرعون کرده. فاستخف قومه فاتاوه، قوم خود رو بی ارزش شمرد و قومش اطاعت کردن. و قوم وقتی بی ارزش میشه، دنباله آیه رو خودتون برید بخونید، قوم وقتی بی ارزش میشه انهم کانوا قوما فاسقین، فاسق باشه. اگر قوم مرد باشه جلوش بیسته که چرا دروغ میگی؟ خیلی حوض میخوام، ما نمیتونیم دیگه این دونه زیر بغل کسی بذاریم. به ملت خودمون میگیم که هر بلایی سر ما میاد از عمل خودمونه. خیلی حوض میخوام، به این صراحت گفتم. بینندگان عزیز، بله هست کسی؟ آقا آقای زارعی بفرمایید. آقای زارعی صدای تلویزیون خودتون رو کم کنید بلکه ببندید. باشه. سلام علیکم استجدی. علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید آقای زارعی. خسته نباشید. ممنونم. آقای استجدی، من زارعی هستم. مثالی هست برنامه خوب شما رو میبینم. تشکر میکنم برنامه خوبی که دارین. شیعه هم هستم بنده و هرچی که برنامه شما مشارکه به راحت نگاه میکنم، شبکه شما بیشتر بنده رو قانع کرده. الحمدلله. و یک سوالی هم از این برادران شیعه داشتن که واسم از خود مثلا آتالله های سوال کنم، آتالله های غزینی مثلا سوال کنم که شما اگه مثلا فکر کنید در زمان حضرت حسین سجاد زندگی می کردین،
اون زمان که شما سوال میگه شما چی شیعه هستین، شما میگفتین مثلا چی هستن آشری هم. الو. بله 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 الو. بله گوش میدم بفرمایید. بعد در خطبه 147 هم حضرت علی تنجره میفرماید که نگه میگن که همان زمان ما قرآن نیست، میگن نه همان زمان باید کسی دیگه باشه. حضرت علی در خطبه 147 نجره میفرماید که کنه هم ایران جلو رو نیستش در چلاس کنه هم این مثل کتاب و لیز کتاب امام هم. این مردم وقتی داخل زمان سوال میگونه در تحلی بزنات که مردم در روز در روزهایی و تفرقه هم داستان هم در سراد ویگانگی پراکنده هم وی آنان امام قرآن هستند و قرآن امام آنان نیست. این باید میشه که ما امروز قرآن و امام زمان خودمون قرار بدیم؟ بهتر نیست که چون هر سوالی داریم هر کاری داریم میتونیم به قرآن مراجعه کنیم، چون خدا در قرآن مستقیم با ما سوال میکنه. و یک سوال دیگه از شما داشتم، میخواستم بگم که نیات الله شیعه مثلا زیاد به کسی توهین نمیکنن، شب تا صبح نماز میخونن روزه میگیرن، و اینا میشه مثلا به خاطر عقیده که شیعه هست و شیعه هستن مثلا دینشون قبول نشه؟ متوجه نشدم، دوباره بفرمایید سوالتون رو. متوجه نشدم آقای. حالا اینه که این آسلاح شیعه هم چی آسلاح شیعه که خیلی اونان میشنزن که مثلا های پاکی هستن، نه کسی تو این غنده ایسی شاید نواز شب میکنن روزه میگیرن، بیشتر روزه رو روزه هستن، کسی تومت نمیزنن، برای که انسان های خوبی هستن، همیشه چیز میکنن. اینا آخر آوازشون چیه؟ آخر هم دینشون قبول میشه خدا من. به شما خواهم گفت. چشم، انشالله خدا برکه عاقبت هر کسی. ممنونم آقای زارعی، ممنونم. آقای شهداد از امارات بفرمایید. الو. من میخواهم جواب این آخوندی شیعه بدم از سبکه ولایت که میگفت هیچ شیعه سال سنی نشده. ما یک نفر میشناسیم به نام دکتر علی مظفریان، ایشون کازونی نبود، شیعه بود، بس با تحقیق شیعه شد، نه بعدم به اطلاعات بس اطلاعات دستگیر شد به دلیلی که قدرت توانایی گفتگو با ایشون نداشتن، اونو شهید کردن و بعدن فیلمی ساختگی براش. بله قطع شد. بله بیننده بعدی آقای فرهاد از قزوین بفرمایید. آقا سلام عرض میکنم خدمت استاد بت‌شکن، استاد خرافات شکن. ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. استاد بتعت شکن، الگوی تمام موحدان ایران، استاد سجود عزیز و گرامی و مچ دروغگو بگیر. لطف داری شما. ممنونم. بفرمایید. استاد سجودی، من فرهاد قزوینی به عنوان یک رزمنده و جانباز هدایت شده که الحمدلله به شکر خدا به واسطه برنامه های زیبای شما هدایت شده هم و چون خودم و تمام کس و کارم و نزدیکانم در این نظام بوده ایم، جواب این محمد عمر یا بعضی وقتا به نام حسین یا چیزهای دیگر که به این شبکه زنگ میزنه و افغانی هم میباشند، من این جوابش رو استاد سجودی من میدم. بفرم. استاد سجودی، چون من خودم در این نظام بودم خیلی اطلاعاتی رو دارم که میتونم بازگو کنم. یکی از این اطلاعات این بود که در زمانی که تقریبا 10-15 سال پیش تازه داشتن نیروگاه‌های اتمی رو درست می‌کردند، نیروگاه‌های اتمی رو می‌ساختن، حتی وجودی از کارگرهای ایرانی هم استفاده می‌کردن که مبادا به بیرون دست پیدا بکنه و منافقین بفهمن که کجاها نیروگاه‌های اتمی زده میشه. به خاطر همین از کارگرهای افغانی استفاده می‌کردن. استاد سجودی اینا رو می‌رفتن لب مرز می‌آوردن، با اینها قرارداد می‌بستن که می‌گفتن تا یک سال شما اجازه ندارید برگردید، ما کار زیاد داریم، به شما کار می‌دیم. و وقتی که یک سال می‌گذشت، اون موقع هم استاد سجودی خدا شاهده موبایل هم نبود که افغانی‌ها بتونن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن. این هزار نفر وقتی که یک سال از اینا خوب کار می‌کشیدن، اینها رو دست جمعی میبردن در کویر اعدام میکردن به طرز فجیعی، اینا رو میکشتن و در گورهای دست جمعی در کویر دفن میکردن.
من اینو میخوام به این دوست عزیزمون محمد عمر که یک مزدوری بیش نیست و برای کاتولیکی همونجور که شما گفتید، من به اینا میگم وقتی که این رژیم حتی برای برادران افغانی حتی احترام انسانیت قائل نیست، حتی اونا رو نمیذارن در ایران رانندگی بکنن و خودشون هم میدونن که چه اهانت‌هایی که به برادرای افغانی نمیشه در ایران، اینها خجالت بکشن برگردن به اون دین ناب محمدی و سنت پیامبر. من 60 سال از خدا عمر گرفتم، فهمیدم که در جهالت بودم، اون زلالت بودم، الان بعد از 60 سال عمر گرفتن از خدا تازه فهمیدم که آدم شدم، از حالت تقلید کورکورانه در اومدم، قرآن میخونم و میفهمم که دین ناب محمدی و سنت پیامبر کدامه. دوست دارم اینا به خودشون بیان، دروغ نگن، همونطور که منکر شما میشن، منکر ماها میشن، منکر آیت الله برقعی میشن، منکر شریعتی میشن، منکر رادمر میشن. اینا چه بخوان چه نخوان، موحدین زیادی پیدا شده و مردم ایران از خریت در اومدن، آگاه شدن و دیگه کاست و لیسایی مثل اینا جایی در ایران ندارن. من ممنونم از برنامه زیبای شما. خیلی ممنون از فرمایشات بسیار زیبای شما هم. بله آقای پژمان از ایران بفرمایید. آقا استاد سلام. سلام و رحمت الله برکات، بفرمایید. تمام برنامه شما بسیار عالی و شنیدنی است، اما امروز واقعا گل کاشتی و لطف. بهترین بود. لطف دارید. ممنون. شبکه ولایت و آقای یزدانی و محمد عمر مستعار را شرمنده کردی. بله. از این که اجازه میدی مخالفان به راحتی نظرات خود را بیان کنند و بسیار منطقی و مستدل جواب میدی تشکر میکنم. استاد شدیدی میشه یه خواهش شما داشته باشم؟ بفرمایید. متأسفانه آقای هاشمی اجازه نمیده مخالفان به راحتی اظهار نظر نمایند و بیشتر حالت جدل و بگو مگو دارد تا یک بحث منطقی. لذا از شما تقاضا می‌دارم که به مخالفان بخصوص آقایان امید زارعی، شریفی از مشهد و برادر جانباز محمد اصفهان و همچنین خانم صفایی بیشتر اجازه بدید که صحبت نمایند. مطمئنم که با بحث‌های مستدل و منطقی شما بینندگان بهتر قضاوت می‌کنند. بعد اینکه این برنامه را آنچنان عالی اجرا می‌کنید تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم، لطف دارید. پژمان هستم از ایران. خداحافظ شما. خداحافظ پژمان عزیز، من کاملا با نظرت موافقم. اتاق فرمان بشنو، اگر این چهار دوستان بودن یا دوستانی اجازه بده بهشون یکم ارفاق کن که بیان. بله. آقای امیر از نروژ بفرمایید. سلام استاد شدیدی. علیکم سلام و رحمت الله، بفرمایید عزیز. من در مورد این کلیپی که در اول برنامه پخش کردید جناب استاد، این آخوندی که ادعا میکرد که از طریق از قرآن اینا میاند امامت رو استفاده میکنن، اینو اگه یکی برات متوجه نباشه میگه واقعا اینا عجب بلایی دارن که میخوان از قرآن ایمان ثابت کنن. ولی وقتی که به آیات مراجعه میکنیم و میخونیم و میبینیم که مثلا جناب آقای حضرت رضا این آیه رو آورده بودن که خداوند نسبت به حضرت داوود میگه که من شما رو خلیفه قرار دادم، خلیفه این جانشین. خب آقا این آخون فکر نمی کنه که خب حضرت علی حضرت داوود جانشین کی شد؟ برادرزادش؟ یه جای دیگه گفت که این آیه که خداوند حضرت هارون رو وزیر حضرت موسی قرار داده. آخو هارون وزیر رو غافل از این که این حضرت موسی است که خودش از خداوند تقاضا کرده که وجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی. این تقاضای حضرت موسی است از خدا کرده، نه خداوند اینو به اجباری برای حضرت موسی به عنوان وزیر انتخاب کرده. بعدا در خود آیه جناب استاد در همین آیه و چند جای دیگه در قرآن این شده این قضیه، اگه این اون برگره به همون آیات که در قرآن ذکر شده و ادامه آیاتو بخونه، سبب دلیل این وزیری حضرت هارون اونجا بیان شده. مثلا در جای حضرت موسی میفرماید که اشتد بهی ازری، یه جای دیگه میفرماید که این یخاف یکذبون فی امری. بله میگه در امرم با من شریکش کن. بله بله ولی یه جای دیگه میفرماید که هو افصح منی. دلایل تقاضای حضرت موسی برای وزیری حضرت هارون اینه که حضرت هارون فصیح‌تر بود از لحاظ لغوی، از لحاظ زبان. بله.
این آقا میخواد اینجوری از قرآن امامت رو اثبات کنه. یه جای دیگه آقا جناب استاد، وقتی که شما فرمودید که همین حجت الاسلامون که بعدن میشن آیت الله، در یکی از تلویزیون‌هاشون فکر کنم شبکه کوثر باشه اگه اشتباه نکنم، آقای علی کورانی، این آقای کورانی از اون گردن کلفته آقایون است که منکر این شد، دقیقاً در خود تلویزیون شبکه مستقل هم این آقا منکر این شد که پیامبر صلی الله علیه و آله دختر بیشتر از یه دختر داشته، گفت نه ام کلثوم و زینب و رقیه اینا رباعه بود، در حالی که در آیه 23 سوره نساء خود ذکر دختر بنات و ربایب شده، جدا شده، بله. از هم جدا شده. معناش اینه که بله این دو تا با هم جدان، مثلا بنات یه چیز دیگه است، ربایب چیز دیگه است. وقتی که پیامبر میفرمایه خداوند دیگه، یعنی بیشتر از یه بنت است، بیشتر از یه دختر است، بله. این حال علماش اینه. آقای جناب استاد شما فرمودید که اینا واقعا معذرت میخوام، اینا گوشتراز میخوان که سوارشن. اینا وقتی که ملت ما از قرآن دور شدن، بله بگید، دو تای دیگه رو بس کن. بفرم آقای امیر حسین از ایران بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ الحمدلله. ممنونم. بفرم آقای امیر حسین. مسید استاد، راجع به شخص خودتون میخواستم صحبت کنم. بفرمایید. ما از استاد سجودی و بعد استادان شبکه کلمه و استادان اهل سنت جز راستی و درستی چیزی نشنیدیم و در دینشان هم تقیه وجود ندارد. پس وقتی استاد سجودی میگوید من بچه لنگرود هستم، ما قبول کردیم و قبول میکنیم و هیچ شکی نداریم. حتی برادران شیعه هم هیچ شکی ندارن، چون میدونن که برادران اهل سنت در دینشان تقیه وجود ندارد. حالا اینکه هر آخوندی صفوی شیعه بیاد بگه که آخوندی که 90% دینش تقیه است داره وظیفه‌شو انجام میده، اگه دروغ میگه اون به دین خودش داره کار درست انجام میده. جالبه. و همه اینو میدونن که 90% دین اینها تقیه است و اینو هیچ کس از اینا قبول نمیکنه. ما کدوم حرف اینا رو، اینا یک ساعت میان صحبت میکنن، ما چند درصد ده اجازه دادیم 10% حرفشون رو بفهمیم راست. حالا این 10% از اولش راسته، از وسطش راسته، از آخرش راسته، چون 90% تقیه است. این تقیه هم پخش شده بین حرف اینا. میخوام ببینیم اینم کجا قسمت این حرفیشون راسته، چون جزء دین اینا 90% تقیه است. اگه نکنن خلاف دینشونه، اگه بکنن هم ما موندیم. کدومش راسته کدومش دروغه؟ شما خودتون رو ناراحت نکنید استاد. بله بله. ما عزیز دل ما هستید، ما دوستتون داریم، ما قبول داریم شما. بعد یه سوال دیگه بفهم. اگه مگر از بین برادران و دوستان افغانی برادران شیعه نداریم که سنی شده باشن؟ فرض بر این بگیریم که به قول خودتون شما شما افغانی، مگه برادران افغانی شیعه ندارن که بخوان سنی بشن؟ شما یک شیعه بودید که سنی شدید، با افتخارم اعلام میکنید. حالا اینا بگن شما ایرانی هستید یا افغانی فرق نمیکنه، مهم اینه که شما یک شیعه بودید سنی شدید. مهم اینه که افغانستان هم شیعه زیاد داره باید. و چه بسا شیعه‌ای باشن که بخوان سنی بشن. این دلیل برای نمیشه که حالا اینا چون میبینن شما یک عالم بزرگی هستید و شیعه بودید قبلا سنی شدید، میخوان بگن افغانی هستید. عیبی نداره، افغانیایی هستن که شیعه هستن، شاید بخوان سنی بشن بعدها، شاید الگوشون رو شما قرار بدن. و ما اینو قبول داریم که شما بچه لنگرود و ایرانی الاصل و دوستتون داریم. ممنونم از شما. که من خودم برخورد کردم، میگیم شما بچه افغانستانی، میگه نه من مثلا بچه فارسم، بچه فلانجام. این دلیل بر این نمیشه. به حال این که ما به افغانی بودن عیب و عار نمیدونیم، دوستشون داریم، برادران دینی ما هستن. خیلی خوشحال شدم. ممنونم از شما آقای. التماس دعای خیر دارم. متشکرم آقای امیر حسین که بفرمایید. آقای بیننده آخر، آقای شهرام از ایران، لطفاً دوستان دیگه زنگ نزنید چرا که ایشون آخرین بیننده است. نباشین، حال شما خوبه؟ ممنونم، علیکم السلام. بفرما آقای شهرام. زنده باشین. من یه چند تا سوال می‌خواستم جواب بدین برای من. یکی اینکه درباره معجزات ریاضی قرآن عدد 19 می‌خواستم صحبت بکنید. دوم اینکه یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم اینه که 2012 سال پیش مسیح ظهور کردش و مسیح اومد به مردم گفتش که ای مردم یهودی،
که خدا رو میشناسید و موسی قبل از شما اومده و پیامبرا پشت سر همون بدن، شما یعقوب رو میشناسید، شما یوسف رو میشناسید و شما براتون بگم که اشیای نبی رو میشناسید. بیایید این خدا رو دوست داشته باشید، قلباً خدا رو دوست داشته باشید. اینکه خدا رو همه قبول دارن تو اون شک نیستش، کسی منکر اینکه خدا نیستش نیست. خدا تو قرآن نمیگه آنها لا یؤمنون به الله هستند، میگه آنها لا یؤمنون به آخرت هستند، یعنی علم به آخرت رو ندارن. ولی کسی نمیگه خدا نیستش. شما بیدونه بچه که تو خیابون داره راه میره بگی آسمون کی آفریده، میگه خدا آفریده. پس کسی منکر خدا نیست. مسیح اومد گفت شما خدا رو دوست ندارید، خدا بزرگترین عاشق دنیاست. کی ابروهاتون رو کوتاه میکنه؟ کی مژه‌هاتون رو کوتاه میکنه؟ کی روزی رو از آسمون بهتون میده؟ خداوند هستش که روزی رو به شما میده. پس چرا واقعا منش ندارید؟ و اون موقع آخوندهای یهودی که خدا رو در واقع قبول داشتن و کتاب تورات دستشون بود، برگشتن به مسیح گفتن مسیح تو مادرت کی هستش؟ مادر تو کار بدی کرده. مسیح گفت الان من زندم، پیامبر خدا زنده است، داره نفس میکشه، تو که فقیه و آیت الله و مفتی و ملا هستی نمیتونی منو بشناسی، اما فردا همین شماها میزنید به خیال خودتون منو میکشید و فردا همین شماها منو میکنید پسر خدا. صحبت اینجاست که پیامبر در زمان زنده بودنش فقیه و آیت الله قادر به تشخیص دادنش نیست. چطور بعد از مردنش میخوانیم پیامبر رو بشناسن؟ خدا تو این قرآن میگه هر کس را من هدایتش بکنم، احدی قادر به گمراهی او نیست، و هر کس را من بیراه بگذارم، احدی قادر به هدایت او نیست. خدا میخواد بگه تا با من رفیق نشید، تا خالصانه دوستم نداشته باشید. مادامی که داری آیه انکار میکنی، یعنی داری میگی من تو رو دوست ندارم. آدم وقتی اون سیب خورد در واقع میخواست بگه خدایا من تو رو دوست ندارم. قلبش دوتا شده بود چون عاشق حوا شده بودش. خدا میخواد بگه هر کس منو خالصانه دوست داشته باشه هیچ کدام آیات منو انکار نمیکنه. کسی که آیه رو انکار میکنه عملا تو روی من وای میسته، میگه خدایا من تو رو دوست ندارم. خدا تو قرآن میگه به همه فرشتگان سجده کنید، همه سجده کردن الا شیطان. به شیطان میگه چرا سجده نمیکنی؟ شیطان گفت خدایا من از اون برترم. خدا برمیگرده بهش میگه تو رو نیومده که تکبر بکنی، از بهشت من برو بیرون که شدی از کافران. مگه شیطان خدا رو قبول نداشتش؟ شیطان چون نافرمانی خدا رو کرد شد کافر. بنده هم که وقتی آیه خدا رو انکار میکنه عملا داره کار شیطان رو انجام میده، میخواد بگه من از خدا برترم. چرا میگیم الله اکبر؟ متکبرترین خدا هستش، یعنی بزرگترین خدا هستش. وقتی آیه خدا رو انکار میکنیم عملا داریم به خدا میگیم که خدایا من از تو برترم. چرا؟ چون انسان باور نمیکنه که واقعا یکی درستش کرده باشه، تو کتش نمیره. ممنون که صدای منو پخش کرد. خواهش میکنم، متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای عزیز. من اول اینو بگم توی برنامه خودم گاهی ممکنه یک سوال یا چیزی جا بمونه، اون رو دیگه از پیشاپیش عذر منو بپذیرید، چرا دقت من در این مسائل کمی کمه. آقای زارعی فرمودند که شیعه هستم و شیعه هستم ولیکن حرفای شما رو معقول‌تر می‌بینم. این همون چیزی است که اونها عوضی که به حرفای ما رو جواب بدن سعی میکنن به مسائلی بپردازن که چی نداره. اما از نجل براغه اشاره کردید، دوست من یادتون باشه که نجل براغه من با دوستای خودم دائما در میان میذارم که نجل براغه اصلا سند نداره، در قرن پنجم نوشته شده بدون سند، یعنی باز به یک حالا یک سند به اصطلاح آبکی هم به حضرت علی میچسبوندن درست بود، ننوشته صاحب این کتاب که سند این کتاب چیست. به نجل براغه زیاد استناد نکنید و گفتید که معرف شما این دلیل این است که ممنون از شما آقای زارعی. یک سوال پرسیدید که اونها انسانای پاکی هستن در آیت الله ها، اونها تکلیفشون چیه؟ ببینید آقا ما پیش خود جای خدا ننشستیم که براشون تکلیف تعیین کنیم. ما میگیم فقط اینو خدا به ما خبر داد که کسی که موحد نباشه، مشرک باشه، از غیر خدا بخواد، اون روی بهشت رو نمیبینه دیگه. انسان گناهکار، البته باید آدم حقایق خدا را پنهان نکنه، در آن وعیدهای زیادی اومده، ولی با این وجود در اون مورد هم باز یک راه هست، یعنی که انسان مثال سکوت کنه از حق به خاطر بعضی مجبوری ها.
بازم اینقدر بزرگ نیست. فقط کسی که شرک میکنه، حالا شیعه باشه، سنی باشه، کوچیک باشه، کوچیک البته معافه، بزرگ باشه، زن باشه، مرد باشه، اونو خدا نمیبخشه. حدیثی داریم که خداوند از جهنم کسی که یک ذره ایمان داره بعد از اینکه سوختن میاره بیرون، بهشت میبره. باز می در جهنم کسی که ذره از ذره ایمان داره بیرون میاره، فقط مشرک رو بیرون نمیاره، برای اینکه مشرک اصلا ایمان نداره. و به حساب آدمای خوب توشون هست. منو به یاد آوردید که یکی آقای حسینی بود، آیت الله حسینی، مدیر چیز بود، عرضم حضور شما که آموزش پرورش تهران بود. من خیلی این آدمی وقتی تو تلویزیون بود و گویا نمیدونم حالا کجاست، خیلی آدم با ادب و خوبی دیدم اون رو، آقای شهداد از امارات. بله آقای شهداد از امارات آقای مظفریان رو مثال زدن. آقا مثل مظفریان خیلی خیلی هست. البته این دفعه ما این است که مشکل ما این است که ایران که به دست صفوی افتاد، اگر حکومت ها عوض شد، علما عوض نشده. الحمدلله این دفعه علما که بیفته دیگه زور نخواهد داشت، نه در بین مردم هم که خودشون هم جمع کنن در یه سوراخی قایم بشن، هم بسشونه. لذا در اون وقتی که شما خواهید دید که در 1400 سال کسی سنی شده یا نشده، و قول شما البته تایید کردید، ممنون از شما آقای شهداد. آقای فرهاد از قزوین، حرفایی که زدید خیلی جالب بود، ولیکن یک نکته در این است که راستی همین یک حرفی است. همین آقای حجت الاسلامی که به اصطلاح، حالا به من که میگه افغان هستی یا آقای محمد عمر، خب خودت که افغانی هستی قبول داری، خب توهین چرا میتونی میدونی این کار رو، این کار رو، یعنی تو داری خودت به خودت توهین میکنی، میگه آقا چرا میترسی، چرا خجالت میکشی؟ من چرا باید خجالت بکشم؟ حتما در مملکت تو یک عیبی هست که من خجالت میکشم. مملکت دست کی است؟ دست علمای خودتونه. بابا شما مثل دوره ساسانی ها بین خودتون هم فرق میذارید. من نمیفهم دیگه، همین شیعه های افغانی حقیقتا باید دیگه بعد از دیدن علما و حکومتشون و این بلاهایی که سرشون آوردن، باید که اینا رو ول کنن. چه اونایی که در حد حوزه هستن، و عجیبه که باید میان سخنگوی اینا میشن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که انسان چرا. اما این نکته ای که گفتید خیلی وحشتناکه. من البته اینو میدونم که این تا اینجاش میدونستم که در کارهای سری اینا کارگرایی رو میارن که یک سال نگه دارن یا 6 ماه نگه دارن، اما اینکه بکشن دیگه این رو نمیدونن دیگه. شما ماشاءالله چیزایی میدونید که ما نمیدونیم. فرمودید موحد زیاد شدن آقای قزوین، آقای فرهاد. بله دیگه، شاید یک خود شما یا آدمی مثل به سن شما در این عمر برگرده دیگه، جووناش چقدر برگشتن. منتها یک مثل شما باید همه همت کنن، کوشش کنن، نترسن و کمی کوشش کنیم. تا اینطور نیست که یک درخت خشک هم خودش بیفته، باید یکم حرکتش داد این درخت رو تا بیفته. آقای پشمان، ببینید من با شما کاملا موافقم که باید طرفهای مخالف و عملا هم دیدید، عملا هم دیدید، من حرف شما رو قبول دارم، کاملا قبول دارم که باید به مخالفین به اندازه کافی وقت داده بشه. از گفتگوست که انسان نتیجه میگیره. و شنیدن ما اینطور است که در یه مملکتی بزرگ شدیم. مشکل ما اینه، ما توی مملکتی بزرگ شدیم که همینطور ما رو بزرگ کردن، عادت کردیم به اینکه حرف مخالفی که میشنیم فکر میکنیم که حرف مخالف یعنی گلوله. نه بابا، اینجوری نیست. این شما باید یه کشور آزاد زندگی کنید. الحمدلله خدا این توفیق داد که من مدتی در کشور آزاد بودم، اونجا این فرهنگ گرفتم. گرنه اینم هنر من نیست، این فرهنگ رو در اونجا دیدم که به رئیس جمهورش بد میگن. آقا هیچی نمیگه، هر چی جو که پشت سر رئیس جمهوری ساختن چیزی بهشون نمیگه. ولی که حرف شما درسته. آقای امیر از نروژ، ببینید من که جواب اون رو دادم، فرمایش شما درسته، اما من اون آقای آخوندی که اول صحبت کرد از آخر گرفتم. گفتم آقا به فرض که حرف شما درسته، اینقدر یخه میداری که عرضم به حضور شما که نمیدونم باید خلیفه رو خدا انتخاب کنه. خب بیاد انتخاب کنه دیگه، خامنه ای رو برکنار کنید، خلیفه رو خدا انتخاب کنه. من دیدم که همون بهتر است که با دلیل عقلی. چرا آیاتی که آورد خیلی بچگانه بود، هیچ ربطی به موضوع ما نداشت، ولیکن من گفتم با دلیل عقلی به این آدم بگم که شما بهتر از همه دلیل عقلی است. وقتی یک آدمی یک روز روشن منکر میشه، مثل همون قصه ربایب و بنات که شما گفتی، دختر خوانده بود. خب خود قرآن فرق گذاشته بین کلمه دختر خوانده به دختر، باز حرف میزنه. خب با اینا باید شما اینجوری بحث کنی؟ عقلی دیگه چیزی دیگه نداره. منم دیدی که 6 دقیقه چون صحبت کرد، من در یک دقیقه به اصطلاح کازه کوزه هاشو به هم ریختم. میدونید چرا این حرفو زدن؟
میزنن که حضرت پیامبر 4 دختر نداشته، برای اینکه 2 دخترش حضرت عثمان گرفته دیگه، چی بگن آخه؟ منکر بهتر از این است که میگه یک نه بگیم راحت بشیم، عوض اینکه یک نه میگه خودش راحت میکنه دیگه، سالها زجر نمیکشه. ببینید آقای امیر حسین، ببینید من از این مسئله نگفتم که به اصطلاح اینا به من گفتن افغانی من ناراحت شدم، به شما اینو واضح میگم، نمیخوام تملق برادران افغانم بکنم، ولی که من تو چون کشور زندگی کردم دیدم، خب شما ندیدید، صفاتی در اونها هست که حالا ما مردم ما ناراحت میشن اگه بگیم، که در ما نیست. یکی مهمان نوازی که اونها دارند، شما میتونید، من خودم شنیدم از یک ایرانی که در بین خودشون تو هرات نشسته بودن، میگفتم ما توی تایباد به اینا اجازه برای افغانا، خود ما مردم میگه که سنی هم بودن، صف جدا میگه گذاشته بودیم برای افغانا، اینجا ببین چقدر امکانات به ما دادن. یک دوست دیگه ای تعریف میکنه، اینم عیب نداره که بگم قبل از که بفهمید که سر من به این مسئله که من بگم افغانی ناراحت نمیشم، به این مسئله که میگه دروغ میگه تا نتونه حرفای من جواب نده، به اون مسئله ناراحت هستم. شما متوجه باشید که حرف سر چی بود. یک دوست ما هست، حالا اسمش هم نمیگم، بازم باز ترس همین دولت که در یک همین شهر هرات زندگی میکنه، ایشون میگه در یک عروسی رفته بودم، حالا میگه حکومت هم عوض شده، تو حکومت مجاهدین میگه ما همونجا مهاجر شده بودیم، با دولت ایران مشکل داشتیم، یه گروه اونجا هستن، حالا که البته سازمان ملل قبولشون کرده. یک میگه تو دوله طالبان بودیم، تو دوره همین جدیدم که حکومت جدید اومده دیگه پای خودش محکم کرده دیگه، هم بودیم. کجا بریم؟ میگه تو یک عروسی دعوت بودیم، ما که میگه شهر اونقدر بزرگ نیست که میشناختیم، رئیس اطلاعات امنیت به اصطلاح همون استان هرات میگه اونم اومد، میگه این اومد کنار من نشست، ما میگه خود جمع کردیم، حالا که میگه ما که نمیشناسه، یعنی میگه خودمون رو دور میگرفتیم دیگه، حالا حکومت جدیده به اصطلاح، چند سالی از حکومت جدید گذشته، حکومت جدید افغانستان، حکومتی که حالا فعلا هست. میگه باز رو به من کرد که حال شما چطوره، حالا اسمش هم نمیگم حاج آقا، حتی اسمش هم چیزم نمیگم، که به همون اسمی که مشهور بوده صداش کرده که شما حالتون چه. گفتم خوب هستم الحمدلله. دیگه باز میگه خودت ساکت گرفتم، دنبالش میگه گفت که شما چطور وضع اهل سنت در ایران، میگه عرق سر روی پیشان ما نشستین که ما رو میشناسه. گفتم خودمون همینطور نگه داریم دور از این مردم. میگفتم حالا هستن دیگه. میگه گفت شنیدم که سرتون خیلی ظلم میشه، با یکم میگه تعجب کردم که اطلاعاتم داره. باز میگه یک چیز از هم محل ما گفت که فلانی رو اینجور کردن، خب رئیس اطلاعات امنیت بوده دیگه میدونسته. میگه این دفعه شیر شدم که داره طرفداری منو میکنه. میگه بهش گفتم که شما جناب من همین چیزا رو میدونید و به ما کمک نمیکنید. میگه به من گفت که ببینید شما در فلان جا زندگی نمیکنید. گفتم ها چرا؟ گفت شما فلان جا زمین نخریدید تو افغانستان. گفتم چرا؟ میگه نمیتونستم حالا ازش بگم نه. گفت شما بلخ و غزنی و نمیدونم کابل نمیرید نمیایید. گفتم چرا؟ گفت کسی مزاحم شما میشه. گفتم نه. گفت شما شناسنامه و گذرنامه ما رو درست نکردید دیگه. میگه نتونستم منکر بشم دیگه. گفتم چرا؟ گفت کسی مزاحم شما شده میرید این طرف اون طرف. میگه گفتم نه. گفت جناب مولوی ما گفت همینقدر، حالا اسمش هم گفتم، گفت ما میتونیم همینقدر به شما دیگه کمک بکنیم که چشم خود رو ببندیم دیگه، شما که از ما انتظار نداری که ما با دولت ایران در بیفتیم با این مشکلاتی که داریم. منظور ما این است که این کمک کی میکنه، یعنی چشم خود رو بسته و در وقتی که قدرت داشتن هم کمک میکردن مردم افغانستان، که حالا که حکومت در دست خودشون نیست، در وقت مجاهدین و در وقت طالبا به مردم مهاجر که از کشور خصوصا از ایران اومده بودن واقعا کمک میکردن. لذا خود این مسئله که به من بگن افغانی هستی، من اینو بد نمیدونم، اگه نگم افتخار میکنم، برای که پیغمبر ما فرموده است که خود به قوم خود منسوب کن دیگه. به شما اول چیز گفتم، منظور در این است که اینا میگن دروغگو هستی. چرا میگن دروغگو هستی؟ فقط اینو داشتم میگفتم برای اینکه سوالای من جواب ندادم. تازه حرف من اینم نبود، حرف من این بود که به ملت ثابت کنم که اینها دروغگو هستن، پس به بقیه حرفایشون شما متوجه نشدید. اصل حرف من عزیزم امیر حسین این بود که من ثابت کنم که علما دروغگو هستن تا شما حرفای دیگه اش قبول نکنید، تا اون دوستان دیگه‌ای که به اینا معتقد هستن بگن آقا کی آدم که چوپان دروغگو شد، حالا به واسه سجودی حی و حاضر زنده مدرسه سلمان فارسی تهران مثال مدیر بوده، همه چیزشو گفته، باز شما یه حرفی میزنی اونم قسم هم میخوری که در طول تاریخ یک شیعه سنی نشده و این کارشناس شده، این برای شما حرفایی میزنه که کتاباش به عربی ترجمه شده، اینقدر میدونه. البته من نمیگم میدونم، در این فقط در این موضوع میدونم، در موضوع به اصطلاح ایرادایی که بهشون دارم.
منظور من این بود، شما چی نشدید؟ و یعنی از این مسئله من ناراحت نبودم که اینی که به من میزدن. آقای شهرام فرمودید که در مورد عدد 19، ببین عزیزم عدد 19 حقایقی داره، منتها از این حقایق اون آقایی که ادعای پیغمبری کرده سوء استفاده کرده. من برای شما من تحقیق کردم در اون، برای خیال راحت شما بگم خیلی چیزاش درسته، اجاز قرآنی در قرآن هست، در عدد 7 هم چیزایی داریم، در عدد 19 هم چیزایی داریم، منتها یکی اومد از این سوء استفاده کرده گفته آقا دو تا حدیث دو آیه نمیدونم فلان سوره این زیادیه در قرآن، چون با حساب من جور در نمیاد، چون با حسابش جور در نیامده به اصطلاح دو تا آیه رو حذف کرده. این باز برای اینکه این آیه رو حذف کنه، این اصلا حدیث منکره همین آدم، برای اینکه بفهمید تضادشو. شما اونایی که تو این مسئله هستن میدونن من دارم چی میگم، اونایی که یکم معلومات دارن، اونایی که معلومات ندارن دیگه مسئله زیاد باز نمیکنیم چون که نیازی نیست، الحمدلله از بین رفتن. ولیکن اون آقا اومده گفته هم که ادعای پیغمبری کرده بود، گفته بود که ما حدیث اصلا قبول ندارم. خیلی خوب قبول نداری، باز برای اینکه این دو آیه رو حذف کنه به حدیث استناد کرده بود که آقا در حدیث همه آیات دو تا شاهد داره، این آیه یک شاهد داره. گفتم همین دلیل بر این است که تو آدم متضادگویی هستی، اگر حدیث قبول نداری خب قبول نداشته باش، اگر قبول داری خب این قرآن متواتره. پس عدد 19 چیزایی داره، بیشک قرآن خیلی معجزه توشه. شما ببینید در همین عدد 19 چیزشو که ایرانی دیگه کشف کرده، همین شمارات آیات نیست با شماره سور رو، حالا وقتش یه وقت ما کوتاست نمیتونیم بگیم، در این یک معجزه است که اگر این ثابت میکنه که یک کلمه و یک آیه قرآن جابجا نشده، اگه جابجا میشد این نظم به هم میخورد، این نظم به هم میخورد. و یک دلیل دیگه است که اون پیغمبر کذاب بوده، اگر که شما درباره اون میپرسید. و فرمودید در مسئله ها، بله فرمایشات شما عموما درسته که باید خدا رو دوست داشت، اما دوست خود پیامبر فرموده است که اگه خدا رو دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. اون چیزی که مسیحا حالا میگن که ما خدا رو دوست داریم و محبت محبت محبت، ما محبت تو چیست؟ به ما دستورات خدا چیست؟ اون رو برای ما بگو که ما منکر عظمت اینو، برای کسایی که ممکن است که چیزای مسیحا رو میشنون فقط بهشون میگم، این جمله کوتاه میگم اونا رو، اونا زیاد به شما اهمیت ندارن، برای اینکه هرگز عددی تو تاریخ نبودن. اگه از شیعه ها کسایی رو مسیح میکنن به خاطر اینکه این مذهب رای کج رفته دیگه، یک کج به کج دیگه رفته. اما عموما ما با اونا میگیم که آقا شما چی میگید حضرت عیسی، حضرت عیسی نمیدونم، ما حضرت عیسی رو قبول داریم، حضرت عیسی چی گفته اونو بیار با ما مقایسه کن، گفته گوشت خوک بخور، گفته شراب بخور، بیا ثابت کن که این حرف درسته، حرف پیغمبر اسلام غلطه. اینکه بحث دیگه نداریم با شما ها. این کسایی که تحت تاثیر تبلیغاتون هستن یا مسیحی شدن همین یک نکته از من بگیرن. حضرت عیسی خیلی عظیم، خیلی بالا، هر چی که میخواید بگید بگید، هم بالاتر بالاتر ببریدش. دستورش چیه؟ چی گفته که بهتر از دستورات اسلامه؟ گفته یک زن بگیر، ممنوع از دو زن. خب زنایی که مازاد هستن چیکار کنن؟ زنایی که شوهر پیدا نکردن چیکار کنن؟ مثل این 100 تا دستور دیگه است که مسیحیت در مقابل اسلام شکست میخوره. حرف آخر برای همه، امیدوارم حرفای امروز من که کمی خیلی شدید بود به سوی خصوصا علمای شیعه اینا را ناراحت نکرده باشه، تسلی اونها رو با این آیه میدم: ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. این آیه را همه ما، چه ما چه مخالفین ما، چه همون کسی که ما تهمت میزنه، چه اونی که ما ازش انتقاد کردیم، چه ما انتقاد کننده ها، من یادم میاد پدر من منو مینشوند همین سوره جمعه رو میخوند، همین آیه رو زیاد با صدای خوبی میخوند. اون وقتا من معنی آیه رو نمیفهمیدم، الله حالا میبینم پدرم نیست. هر کس که از مرگ فرار کنه آیه معنیش اینه، بگو موتی که از مرگی که ازش فرار میکنید، مرگ شما رو ملاقات خواهد کرد. شما از یک ملاقات یک کسی فرار میکنید، قرضدارش هستید، خودتون رو پنهان میکنید، اون خلاصه شما رو ملاقات میکنه، ما و شما رو ملاقات میکنه و پیش خدا برمیگردیم، پیش کسی که عالم غیب و شهاده است. فینبئکم بما کنتم تعملون، و خداوند به عمل ما رو به ما خبر میده که آیا دروغ گفتیم یا راست گفتیم یا توهین کردیم یا نکردیم. اگر توهین کردیم استغفار میطلبیم و عذرخواهی میکنیم، و اگر راست گفتیم از ما قبول کنید. ممنونم که گوشهای خودتون رو به این برنامه سپردید، از الله برای همه شما در مقابل این گوش دادن. دعا میکنم که به همه ما و شما خیر و به دعا رو کم نبینید، خیر و برکت عطا کنه. الله حافظ و نگهدار همه شما باد.